بانو، مولود زهتاب، گوینده، مجری و خواننده در سال 1327 در شهر ری تهران متولد شد. او در جوانی از مدرسه عالی بازرگانی فارغ التحصیل شد. مولود زهتاب از طریق آگهی روزنامه با کلاس‌های آموزشی استاد تقی روحانی آشنا شد و از همینجا اولین قدم‌ها برای تربیت صدا و مجریگری را آغاز کرد. او در سال 1350 همزمان با کار در سازمان برنامه و بودجه در آزمون گویندگی و اجرای رادیو ایران شرکت کرد و در بین 800 شرکت کننده رتبه اول را کسب کرد. زهتاب قبل از شروع فعالیت حرفه‌ای در رادیو طی یک دوره 3 ماهه نزد دکتر تورج فرازمند، دکتر شاه حسینی، دکتر سجادی و انجوی شیرازی آموزش دید. اولین برنامه رادیویی او سرگذشت انسان نام داشت که به همراه تورج فرازمند آن را اجرا می کردند. از دیگر برنامه‌های مولود زهتاب در دهه 50 در رادیوی ملی ایران می توان به چشمنداز، جوانان، سیری در مسئله روز همراه با فرهنگ فرهی و شاهکارهای ادب جهان همراه با مهدی قاسمی اشاره کرد. او در سال 1354 در رادیو دریا مشغول به کار شد و با هنرمندانی چون شاهرخ نادری، فریدون توفیقی و منوچهر نوذری همکاری داشت. مولود زهتاب همچنین تجربه خوانندگی خود را از جوانی و با آموزش آواز و سولفژ نزد اساتیدی چون محمود کریمی و شکوه شهرستانی آغاز کرد و در سال 1356 تنها آلبوم موسیقی خود را با همکاری خانم هما میرافشار و آقای محمد حیدری منتشر کرد. زهتاب بعد از انقلاب و چندین سال خانه نشینی در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد و کار خود را با اجرای برنامه‌هایی چون اخبار ساعت 9 شب، شاهکارهای ادب ایران و یادی از بزرگان موسیقی در تلویزیون و رادیوهای فارسی زبان آمریکا ادامه داد. بانو مولود زهتاب این روزها در لس آنجلس سکونت دارند.